من راستی بار از یک جوابی برادری که در همین قوم است نخواستم راستی بار جواب بر او بگردانم، لکن هیچ دیگر دلمانم قرار نگرفت. ما یک جمعه پیش سوال جواب داشتیم و از ما کدام برادری سوال کرد در مسئله سال نو، قید گرفتن سال نو. ما به حکومت دارا و به مکتب ها کاری نداریم، زیرا آنها امروز مجبور هستند که این سال نو قید کنند. لیکن در خاندان مسلمان کی مجبور میکند که مثال سال نو قید کنند؟ من این قدر جواب گفتم که سال نو از مسلمان ها نیست، سال نو از مردم مسلمان نیست، این سال میلادی حضرت عیسی است، این از ما نیست. مسلمان های ما و شما دو عید دارند، عید قربان، عید رمضان. عید نوروز هم باز از عید سال نو دیده بدتر است، اونم از ما نیست. اینا کتاب میگوید، ایرا فتوای مفتیات در دست من دو ورق است. لیکن اون برادر از ما خیلی ملال شده است، حتی در همون خطش یک دشنام های قبیح هم نویساندن و دعای بدم کردن. میلش، اگر ما ارزنده باشیم، اگر همون دعای بدی تو اگر نزد خداوند خوش بیاید، میلش ما هم قبول. لیکن من به شما همین قدر میگم که حضرت مولوی جنون میگوید به زنهاری به صد زنهار، زنهار زبان از رنجش مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد، زی آزار دل مرد خدا شد. که صد بار این جهان از آه دل سوخت، ولی کیم به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل آتش نفس را، بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، زی به اخلاص آدم شد زی سگ کم. المسلم اخو المسلم، پیغمبر خدا گفته از مسلمان برادر مسلمان. لا یظلموه ولا یکذبوه ولا یخذلوه، مسلمان باید یکدیگر دروغ نگوید، مسلمان یکدیگر خار نکند، مسلمان باید یکدیگر تحقیر نکند، دشنام ندهد. این وظیفه هر یک مسلمان است. لیکن باز میگم کدامی که اگر در خاندانش سال نو قید میکند، وای هممون دین عیسوی ده است، این جای پوشیده نیست. برادر گفته است اگر در شما تشویش نشود شما این جواب بگین. یکی پیغمبر خدا میگد اذا را آمین کن منکرم فلیغیر بیدی، شما یک کاری اگر غیر مشروعات، غیر اگر شریعت در کجایی که دیدین با دست خودتان تغییر بدهین. فا این لم یستتی، اگر با دستان نتانیسین فبلسانه، با زبانتان او را تغییر بدین. فا این لم یستتی فبقلبه و ذالک اضعف الایمان، وقتی که اگر زور شما به دست نرسید، به زبان نرسید، با دلتون همون عمل بد ببینین، این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. ما با دلم بد نی، با دست مونم نی، لیکن با زبان گفتیم و ما نزد خدا مسئولیم. فردا از این قومی که 500 نفره و 1000 نفره در نزد خداوند جوابگو هستیم. قول الحق و این کان مرا حق، بگین اگر چندی تلخ است گفتم پیغمبر. و چی برکات در اون خانه پیدا شده بود، لیکن مبادایی که از پسش باز مینوشی شد، وی یقین داند که تمام اون فیض و برکات از اون خانه برداشته شد، اون ثوابها خط زده شد. در جای او چی می شود؟ عصیان نویسانده می شود. لیکن باور کنین شرمنده باد همون حاجیه که در خانه او مینوشی می شود، در خانه او فسق و فساد می شود. وقتی در خانه داملا فسق و فساد شود، در خانه حاجی فسق و فساد شود، در خانه مولویش مینوشی شود، پس از این عامه مردم دیگر چی مار؟ چی طلب کنیم؟ خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. حیف، حیف که خانه این گونه آدم هایی که مثال باید در بین جمعیت باشند، مردم از اینها باید عبرت گیرد.
السلام علیکم دوملای شیرین سخن. برای مردان که لباسهای تنگ می پوشند کمی سخن می گفتید. در باب لباسهای تنگ که امروز جوانها می پوشند، این خیلی بی‌ضررتر است از آنی که دخترهای شما لباسهای تنگ می پوشند. لباسهای تنگ که جوانها می پوشند این بی‌ضررتر است، این بی خلل‌تر است از اونی که دخترهای ما و شما لباسهای تنگ می پوشند. یا تماماً بالاهای سر کشاده ماندند، لباسهای ملی و لباسهای اسلامیشان را ترک کردن اون خطرناکتر است و اون عذاب دارد. لیکن رسول اکرم چند حدیثش از کتاب لباس من برای شما الحال میگویم که اولا همه شما بدانید که لباس خودش یک نعمت است. و لباس چی است؟ لباس، مقصد لباس این است که هم انسان باید برای عورتش یعنی ستر کردن شد، و دوم اهمیت لباس همین است که حسن انسان چکار میکند میبرارد. هر یک جوان وقتی یک لباس میپوشد جمال او، زیباگی او از روی همون لباسش پیدا می شود. از این خاطر باید لباس های خوب پوشیم. در لباس ها من هم اهمیت دیم که چگونه لباس می پوشیم. امروز باز همون ترغیبات غرب است که در لباس های شما هر گونه صورت های دخترها و صورت های مردها را کشیده روان کرده استادن. اونها را شما نپوشیم، اونها لباس های شما نیستند. اونا حتی در خانه بودن در نمازهای شما خلل و نقصان دارند. در بدن بودن در نماز شما مکروه است. چی زیر پوش شما باشد، چی از بالا باشد، هیچگاه همین لباسهای صورتدار را در دست نگیرید. حتی که اگر خدا شما را توفیق زیادتر داده باشد، حتی همون سلفنهایی که صورت دارند، اینا همش همون ترغیب و تشویق مردم یهود است. این برای بیدین کردن ما، ضعیف کردن ایمان ما و شما، این صورتهای لوچ روان میکنن که نگاه کنن و اونها مثل یک چگونه که یک دارو را و یک لباس در تلویزیونها رکلام میکنن که مردم همون دیده و حواس میخورد. انا همین رکلام مردم یهود است که اونها را دخترای ما و شما وقتی میبینن در حال عاشق میشوند، میگه چگونه این لباس لباسی زیباست، در حال وای در بدنش میکشد. حتی شما توانین همون سلفنها را در دستان نگیرید، اونها را حتی نخرید، زیرا در اونها خریدن شما گناهگار میشوید. اون 20 درهم در گب نیست، لکن 20 درهم عذاب شد بگو در نزد خدا. مر رجل علیه ثوبان احمران فسلم علی النبی فلم يرد علیه، رواه ترمذی. میگه رسول اکرم با پیش یک جوانی با پیش پیغمبری خدا گذشت که لباسی سرخ داشت، هم شلواری سرخ داشت، هم لباس کرته سرخ داشت. با پیغمبر سلام گفت، پیغمبر سلام او را نگردانید. در شرح حدیث میگوید که پیغمبری خدا را از لباس این جوان نفارید، یعنی از پوشیدن لباس سرخ رسول اکرم من کردند. رسول اکرم دوست می‌داشتند سفید را، دوست می‌داشتند سیاه را، دوست می‌داشتند لباس سبز را. خوبتر و بهترش اینا است، اگرچه در دیگر لباس ها هم صحبت ها هست، لیکن بهترینش رسول اکرم جدا کردند، لباس سفید است گفتند. با لباس سفید گفتن حیاتی ختانه گذرانین و حتی در حالت مردن تانم کفن تانم از لباس سفید کنید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
آمین یا رب العالمین.